بازی های کودکانه پر از لطافتند و زیبایی، ولی نه در یه جامعه جنگ زده. اونجا کودکان خشونت رو بازی میکنند. آپارات این هفته رو ببینید. سلام، خوش اومدید به برنامه این هفته یا آپارات. حسن سولچو هستم. خشونتی که در جنگ هست تنها به کشت و کشتار خلاصه نمیشه. این خشونت خودش رو به فرهنگ و به زندگی بعد از جنگ هم تحمیل میکنه، حتی به بازی های کودکانه. افغانستان سرزمینی خشونت زده است که کودکانش و به خصوص زنانش طعم این خشونت رو بسیار چشیدن. فیلم بودا از شرم فرو ریخت ساخته ی حنا مخملباف تلاشی است برای تصویر کردن این وضعیت و هشداری نسبت به عواقب جنگ و خشونت. حنا مخملباف کوچکترین فرزند محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده است. او در کلاس‌های پدرش فیلمسازی را یاد گرفته و از 7 سالگی با بازیگری در فیلم نون و گلدون ساخته محسن مخملباف اولین حضور جدیش را در سینمای حرفه‌ای تجربه کرده و خودش هم در 8 سالگی فیلم ساخته. حنا با فیلم روزی که خاله مریض بود به جشنواره معتبر فیلم لوکارنو رفت و صاحب رکورد جوانترین فیلمساز جهان هم شد. او در 14 سالگی و با فیلم مستند لذت دیوانگی 3 جایزه از جمله جایزه جوانترین فیلمساز جهان را از جشنواره ونیز کسب کرد و در 18 سالگی هم فیلم سینمایی بودا از شرم فرو ریخت رو در افغانستان ساخت که براش جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم سان سباستیان اسپانیا و جوایزی از جشنواره‌های دیگر رو به همراه داشت. بعد از این فیلم او فیلم روزهای سبز رو ساخت که در همین برنامه آپارات هم پیش از این به نمایش در اومده بود. حنا مخملباف در برنامه این هفته ی آپارات با ما هست. خیلی خوش اومدین خانم مخملباف به برنامه این هفته ما. مرسی آقای سولچوز. خب به اتفاق شما فیلم بودا از شرم فرو ریخت رو ببینیم با بینندگان و بعد درباره‌اش با شما صحبت میکنیم. با چطور نکسون دیگه اینج نیا؟ باز آمادی؟ خاله، مقره ما تاریگه، درس خانده نمیتونم. دختر من از خوابش بیدار میکنی؟ بیخز برو خونه خود خود، زود چه؟ چیگه با خاله قول مقال داری تو باز؟ خود دیگه نایل باچه تو به این دختر من از خوابش بیدار کن. بیخز، بیخز بریم خونه. پای دختر خو بسته کن و قول مقال نکن. تو پای باچه خو بسته کن. خسار از ما مرک نیم و پایش بسته کن. بر بغم دندگی خوشی. بشه برو خانه. دیوانه که دیمار خواست زنه که خول مقال زنه که به سرم میکشی. بشه برو خانه پاید بسته بود در خانه درست بخون. اگر نه لده. بگی. این نور این اینجی نور است بیشی درست بخون. لف به پس جن چه دل زل به شین سات زد دوی زی این غن فی آف یا
مامورم در چشم پس یاو تو برو نرو قدر باس بازی کنی بیش بچه رو آرام کن. اگه میتونی بیا بیخون نتونم نمیخونم اگه خونده میتونی اینم کتابچه بیا بیخون بخون بچه بلا میشه خب بیا بیخون تو خونده نمیتونی که بیا بیخونی بیا بیخون خونده میتونی؟ شتال دیخت شتال دیخت خونه جفا گرفتی راسته بگیر خودش خنای دیخت دور جایی خوشا چوینک پیلا چومک پتنوز آدم توتون آدم ماره که من نشتاشو بکنم شتر این که خاندان نشتاشو بکنم اکسرشو نخون چونک انو قلم بیتی من نشتاشو بکنم یک آدم در زیری درخت خواب بود از بالایش یک چار مغز افتاد و این مرد از جای خود خیز زد و گفت که به جای چار مغز خوب شد که رو نبود اگر نه مرا میکشت یک آدم در زیری درخت خواب بود از بالایش یک چارمغز افتاد و ترس خورد و از جای خود خیز زد و گفت که به جای چارمغز خوب شد که رو نبود اگر نه مرا میکشت. باز بخون نباز. یک آدم در زیری درخت خواب بود و از بالایش یک چارمغز افتاد و از جای خود ترس خورد و از جای خود خیست و خیست کرد و
و گفت جای چهارمغز خوب شد که رو رو برد اگر دا ما رو بکشت. عباس ما امتن ما بایی این قلم کتابچه و قلم نداری مادم پول بگیم میخوام. کتابچه میخوام. صبر شده آمدی؟ این الماری گم شده سر بچه از من بشه پس برو خانه دیگه جای نمیری برو خانه تا کتابچه چی داریم؟ کتابچه چرا قمکار داریم؟ دو دنه خط دار بشه دیگه دو دنش هم تو رو بی خط بشه بیام دفتر بی خط دیگه چه بیتا؟ دو دنه قلم سیاه بیرین دو دنه قلم سرخ پنسل پاک و پنسل تراش هم داری میگه یک دنه بگیم بیارم این ایشه سرخ بیتا ایشه سرخ بیتا ایشه سرخ بیتا این سرخ خب دختر تو چی کار داشتی؟ یک دن کتابچه در پیامشم دل دست مطب بری؟ آره خب مطب که میری قلم و پنسل پاک و قلم تراش هم دکار پیسه داری؟ نه پسایی میگم یک در کتابچه در پیه میشه قلم تراش شو چی پنج روپیه دیگم قلم کلش 20 روپیه میشه برو وزاید بگی باز بیا بسته نمکنی دکانده نه موالی هسته اپا کزایی من پیسه کتابچه بخواییم اوپای کجایی؟
وقتی از آیا خوب پایسا گرفتی؟ از اونجا پایدم نبود. اگر چیز خورا بو برده بازار سودا کو. کچالو داری؟ نه. سفال داری؟ آره. چهار دانه تخم بو برده جایش قلم و کتابچه بگیر. چقدر تخم کار داری؟ من تخم دارم، تو میخوایی؟ نه، من تخم زیاد دارم. من یه تخم بگیدم کتابچه و قلم میره قرده باشتم اتم میام. پیسه داری؟ ازایت میگیری؟ اچه آیه میعواش کنید نبود. تخمه رو ببر بازار سودا کو، پیسه اش بیار که من کتابچه بی تو. دانه چند روپیا؟ 5 روپیه گی، سعی کن کس بازی نداشت. دل 5 روپیه. خدا. 10 روپیه. 5 روپیه گی، سعی کن تو کس بازی نداشت. تو دکان تا باست نکنم پس میام. باست نمکنم، بازد بیا. دانه پنج رو پنج دو دانه دریکی دو یاد دکی دو دکی دو خواه تو خواه نه دانه چند دو دانه بشه بر من بده دانه سی رو پر شش رو پر بده بر من دو دانه رو بر من بده این پیسش دانه شد نمیدی دونه پنج روپیا تو خود میخوایی دونه پنج روپیا تو خود میخوایی دونه پنج روپیا تو خود میخوایی سکلون هست تو خود میخوایی پایسا نیم اونو شنده خوشده کو نه است پل نیا. من این تخمای بگو کلام کنالش.
خوبی شد کلام دلالا دو چار چی بخون اگران تو خون بگید دارت بخون نه بخوام تو ساعت میخوایی که برات بفروشم؟ نه تخمام نه بخوام علی بگو تمام پیشت بگو ولی تو خون بخوای تو خون بخوای مگر اگه دلار سنی میگو بیشتر میگو هفت و هشت و نه و ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده نوزده یا بیست این قدر پیشت چی میکنی؟ ایسا رو پیشت چه کشو کرد؟ اینم ده رفش تخم پنج روپه. دو هزار سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده نوزده یا بیست. دو هزار یک سه چهل و پنج روپه. دلار چند میخوای؟ دلار مرد داره تو خونه میخرم برو در بازار سودا کن دونه پنج روپیه سگو نه تو خونه میخرم نمیخرم چه نمیخوای نان داری میخرم نان بیایم میخوای نان دارم میخرم چه نبیا نان دارم میخرم من یفتن نان دارم Não, não, ele é forçamento. Olha, mãe, não estou com mais pequena, mas não, bebê. Mãe, estou com nada, meu irmão, para a minha pai sabe, mãe, estou com cor nada. Oi, minha mãe. Oi, tu quer uma pai saúde, mas... بیام تو خونه تو پس بوبه من نون بده لازه خطا مطب دیش خورد کتاب چه بخند مطب بیان که مان نان بی بازر مرد نان میتون برای یک دانه دفتر
در پیا چهار دانه تخم داره در پیا گرفتی بهش 20 روپیه نگرفتی داشت مایده شد داده میام تو داشت سودا کده مایده شد این در پیا کتاب یک کتاب چه میشه یک قلم چی بیتو کتاب چه های ببینم بختای کجا بودی؟ کتابچه خریدم تو خون دادم کتابچه خریدم قلمت کوکی لبشینگ و ایخو میگیم عباس برو مکتب مکتب دیر میشه من تپایی نستادم تو تیز بیا بچه پشی نو وقت آمدی مکتب من این سبه ما از دیستازی گرفتم هر روز دونیمی تو نو وقت میایی نو وقت میایی بانه میکنی ویله میکنی یک روز یکیره میری یک روز یکیره یکی هست دختر همسایم برو دیگه دم آخری سیم که نو وقت میایی استاد چو برو دم آخری سیم استاد چو تیز برو سر یک پای استاد چو دیستیتم بالا بگی دیگه که نو وقت میایی نمی جزاییته چی میگوی تو؟ مک کتاب چه خیده کتاب باشتم مدام بقایی یاده گیم برو بچه منجی مکتبی پیسرا هست مکتبی دختران نیست بازی مکتب جای درس هست برو او طرف ده کجا؟ او طرفی دریا همی دریا شه و برو او آخری یزی مکتبی دخترا هست بازمونجی تو رو شامل میکنه تو اینجی قد بچه ها درس نخوان تو قد دخترها درس میخوان قدم قلاغایت برو دیگه مزایم نشو برو در کجا؟ او طرف دریا هست دریا میه باز پول میه باز از امون تیر شد مکتبی دخترها هست همونجی تو رو شامل کنه هم قلاغایت بسیار زیاد همونجی بخوان برو دیگه شاباز برو مزایم درس ما نشو بچه ها گوش بگیره طرف تخته شاباز از من پیش شما گب ندنیم من که صدای من خلاص شد باز شما جواب میگوید الف ب ت س الف ب ت لوز قدم اچو برو قسم نخو اونجی مکتب دخترا از تو رو شامل میکنه بازم اونجی یاد بگی برو بدر مزای می درس ما نشودی برو بدر شین صاد توی توی زوی زوی عین عین غین ف قاف قاف بعد مایده زیر خواب بودن این فکایده مایده برو دیگه مردکی زیر خواب چی میکنی بان خواب باشه برو درسی تا بخوان که شامل کنی تا برو مکتبی دخترها برو دیگه بدر برو مزایم نشو که ما درسی ما رو برو مزایمی ما نشو اکچار مخش برو علی فیر یاد بگیر چهار مغزه چی میکنی برو علی فیر یکی یاد گیرتی باز هم بگیش یاد میکنی برو مزایم زی سین سین ش
چین شین ساد زاد توی توی زوی زوی عین عین غین غین فی فی قاف 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 لام میم نون واو هدو چشمه لام الف لا امزه یا و نام خدا. سینی بوداکو او چی هست دادستید؟ کتابچه چی میکنی اولا؟ کتابچه خایدم دمتم مای بگای زدگی دختر ماتم نمیرا مانا کتاب کتا ما سنگسار بازی نمایم اونجا سنگسار بازی نیه اونجا گلتا میکنه برم اونجا اونجا استاد چو خدا پای خدمه نیدی برنکو
تو نگفتم که یاد من ادبر نشو. دیگه جواب نمفهمی. در گورش کنیم. از بایای خدا ما یلک به مطف قاید بدیم. از بایای خدا ما یلک به مطف قاید بدیم. بایی گناه کار را بیتی سر خروج نکن تو زن هستی سر خروج نکنی تخکو تو سیاسر هستی ابو خود که تشنه نمیری
با عباس بگو بگو اگه میخوایی که مرا بینگری از رای راست بلا عباس هاش خواهی بگو در چوقیه نیافتی اگه میخوایی که بختر بینگری سینه راست بیا راست برو باز راست برو عباس من جون Кам-кам пас! Пас бару то бахта бингари! Пас бару, пас бару! Бос пас бару, бос пас бару! Кам-кам и себя, и себя, и себя, и себя, и себя! Кам-кам усы бару! Бас! امریکا در کجا بودی؟ مکتب اگه راست میگی آ مثل چی؟ مثل آ احمق آ مثل امریکا بیا مثل چی؟ مثل بختن چوب بشی؟ نام نامارم نگیر ب مثل بابا نه گمشکو بی مثل بودا نه مثل چی؟ نه مثل نان نه مثل نا خی مثل چی؟ خی نمیفهم خیه مثل خدا خیه مثل خدا یرکو من گفتم لورا تو در مطب چی یاد میگری؟ خیه مثل خواب خیه مثل خه مثل خدا
ده برو. اینجا برو. دستت بالا کو. ساقی نخو پرت کو. دستت بالا کو. گر ندارت من بسیار جنگ کردم خواب برم. ساکت باشید. گم ندنید. دستت بالا بگیر. قد هم گم ندنید. سنگسار جان میکنم. استاد باش. دیگه ما جامی لایم یو خواست که ما سایکن تو کیستی اگر خواست که می ترسون از کی؟ از بچه بچه تو چی میکنه؟ اگر سر خلوچ کنم بچه انزی تنسار میکنه بچه جنگ بازی میکنه ده تو غز نیست تو چی خاطی بندی کردم؟ از خاطر چشم چشم تو چی کردم؟ بچه هم اگر که چشمت گرگ داره چشمت گرگ داره یعنی چی؟ آنه مقبل است چشم هست و بخونده توی قخوی دست اینجا چی میکنی؟ از خودی با گول بندی کنم از خودی لبسین در لب توی لبسین نیست لبسین توی که با کرده لبسین بچه با کرده لبسین خوش دایی؟ بایی ما در لبای تو کمایت میتونم تیبیزن مخبول شوی مخبول شدی توی قخوی دست اینجا چی مکنی؟ از قطعی که با قول استم اچی خاطی بندی کرده؟ درای مکتب بدم ساجق میخوردم از خاطر بندی کرده ساجق خویدن مگه گناه دایا
در مکتبم یک بچگه گروی ساجیغم یک دان ملکه فوتبال پیدا کرد. ساجیغ کارو نخوی. بسیار گشنه شدیم. به بای بوگ یزی. من میترسم. برو تو اسکر صدا کن که ما را ایلا بتن. اینجا جنگ بچه آنوزی چه سنگسار میکنه تو برو از قدر روست که ما را آنوزو ایلا بیتا بچه دختری های دماغای خواب بنده کرده بخواهی سنگسارشان کنه باید ما ایلاب دید ما اینجا پلیس ترافیک هستیم دختر پلیس مغاره ها نیستیم از کس مدل مست مطب باید فکر یاد بگیم مطب دیر شد صبر کن صبر کن پنج دقیقه صبر کن اگه اینجا حادثه صورت بگیره مقصر ما هستیم مطب دیش مکتب کجایی؟ مکتب؟ اینو می آفوتا و گرفته برو اونو مکتب پیدا میشه میتونی رفتا؟ نه کتابچه داری؟ نه مره کتابچه تا؟ نه قلم داری؟ نه که من بینویسم نداری قلم؟ نه
یعنی آفتاب میبینی یعنی ما آفتاب گرفته برو در مکتب میکنم پیدا میشه نمیتونم یعنی در را سل کده برو یعنی پیدا میکنی مکتب نمیتونم یعنی میره گرفته برو دیگه اونک نمیتونم باز اگر روز مومی بیم که 40 درجه می‌سازد، یک زویه رسم کنیم که 40 درجه باشد. باز را به کدام طریق روز رسم کرده می‌کنیم. باز اول آخری مستقیم رسم می‌کنیم. باز زویه را می‌فهمیم که زویه شکلی است که از اتحادی توشی های نمتد که دارای مبدای مشترک باشد تشکیل شده باشد. باز ما شما رسم می‌کنیم زویه چند درجه بگیریم؟ نیمی دور را. نیمی دایره و نیمی دور می باشد نیمی دایره به 183 مساوی تقسیم کردیم به یک سیزی درجه گفته میشه از این نقطه تا این نقطه شروع به 183 مساوی تقسیم کردیم و به یک سیزی درجه گفته میشه مساوی به چند میشد؟ 180 و سطح مایل کدام سطح هست؟ آیا با سطح افقی زاویه بسازه که دارای چند باشه؟ 90 درجه دارای 90 درجه باشه دختر جان دستیم پیت برو برو سه ایشانده؟ دو ایشانده؟ آفرین اینو باز از اول نشته کتو؟ نشته کتو یک؟ نشته کتو دو؟ نشته کتو سه؟ چهار پنج اینا رو بگیتون نشته کن قضا دیسخ تا باشه بگیر آفرین نشته کن یک ای سه ای چهار ای پنج یک دیگه نشته کن پنج آفرین ای چهار نوشته کنال پنج پنج یک دیگه نوشته که پنج آفرین یه را وصل کده ایدهش خب یک دیگه نوشته که پنج
باشه خدا سرزی بکش کوچیک قماسه بکش 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 چهار اینو لکنش خود نشته کن بسید در چهار یک دیگه بیا پایین بیا از اینجا بیا پایین بیا 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 آفرین این چهار نشته کنال پنج پنج نشته کنال اینجا باز از اول خب برو بالا کم خیلی خوب برو آفرین زینب زینب بیا برو تباشیر بیار آفرین دختر خوب Thank you.
تخته ساکن اول من نوشتم کنم باز شما نوشته کن. خب نوشته کن آ اول آ دوم ب کوچک ب بزرگ یا ب اول ب دوم ب کوچک ب بزرگ ب کوچک ب بزرگ باز نوشته کن ب اول ب دوم یا ب کوچک ب بزرگ نوشته کن دختر خوب آ اول آ دوم ب کوچک ب بزرگ ب کوچک ب بزرگ دخترا سن تخته ساکن اول من نوشتم کنم باز شما نوشته کن. خب تخته ساکن اول من نوشتم کنم باز شما نوشته کن. خب چکا مقبول شده خندکو چکا مقبول شده یه چیه در رویای شما؟ چه مالدن در رخ شما؟ ها؟ یه چیه در رویای شما؟ لبسرین لبسرین کی مالده ایره؟ ها؟ کیار مالده در رویای شما؟ کی هسته تو دختر؟ ها؟ از کجا آمده؟ Thank you.
دیگر خوب بود. اگر دای مغزش بلا شفتاد که خوب بود دای مغزش کده نبود اگر نمای میکست. بختای کجا بودی؟ در مکتب فکر یاد گرفتی؟ کس نبود در من فکر یاد نداد خود مزخون فکر یاد گرفتم. مادرم به من گفته تا اینکه بختای پیدا نکردی تو رو در خانه نمون. شما تو رو رسا کجا میرید؟ بغرمون دروغ گوی تروریست بمیر. جنگ‌بازی خوش نداریم.
فیلم بوده از شرم فرو ریخت رو دیدیم، ساخته یه حنا مخمل باف. فیلم پر از تصاویر و آدم‌های بکر و هشداری درباره اثر خشونت بر کودکان، فیلمی که در بامیان و اطرافش در سال 2006 ساخته شد. حنا مخمل باف الان با ما هست در سینمای کوچک آپارات. حنا، الان چند سالی هست که میشه از ساخت این فیلم میگذره و تو تجربه های خیلی بیشتری به دست آوردی، فیلم دیگه ای هم ساختی، ولی تو فیلم اولین چیزی که به چشم میخوره بیشتر نام فیلم هست. چرا بودا از شرم فرو ریخت؟ من این فیلم رو وقتی 17 سالم بود ساخته بودم، الان 24 سالمه تقریبا میشه، سالها پیش. اسم این فیلم روی اسم کتاب بابا بود، بودا از شرم فرو ریخت. بودا در افغانستان تخریب نشد از شرم فرو ریخت. ولی چرا من این اسم رو انتخاب کردم؟ در واقع اصلا چرا این فیلم رو من زیر جای خالی مجسمه بودا ساختم؟ به خاطر اینکه وقتی مجسمه بودا رو طالبان خراب کردن، تمام دنیا متاثر شدن، تمام دنیا توی تمام اخبار در موردش حرف می‌زدن، حقم داشتن، چون یه میراث فرهنگی دنیا از بین رفته بود. ولی هیچ کسی در واقع همه فراموش کردن اون اتفاقاتی که زیر این مجسمه بودا افتاد، اون آدم‌هایی که زیر این مجسمه بودا کشته شدن، اون نسل‌کشی‌هایی که طی این سالیان سال تو جنگ افغانستان اتفاق افتاد و هیچ کس در مورد اونا حرف نزد. در مورد اون بچه‌هایی که جلوشون سر پدر مادرشون رو می‌بریدن، بچه‌هایی که دست و پاشون رو از دست می‌دادن، در واقع دنیا یه جوری فراموش کرد این خشونت 30 ساله رو توی این مکان. من خواستم در مورد کنار این مجسمه مشهور بودا که همه در موردش حرف می‌زدن توی بامیان، بیام این خشونت هایی که در حاشیه‌اش اتفاق بود و افتاده بود و نشون بدم. بخاطر ولی سوژه فیلمو از کجا به دست آوردی؟ از کجا آوردی سوژه فیلم؟ این سناریویی بود که مادرم مرضیه مشکینی نوشته بودن. این در واقع نتیجه سالهایی بود که مادرم توی افغانستان کار کرده بودن و بعضی جاهاشم البته خب بداهه من می آوردم اینجا. ولی موضوع فیلم برای من خشونت و توی بازی بچه هاست. در واقع توی افغانستان حدود 35 ساله که 30 خورده ای ساله که جنگ بوده و اول خب شوروی حمله کرد، بعد جنگای داخلی شد، بعد طالبان اومد، بعد غرب یا آمریکا اومد طالبان رو برداشت و همه اینا توی یه چیز مشترک بودن، همشون جنگ آوردن به این کشور و خشونت آوردن. خب این خشونت طوری شده که به بازی بچه‌ها کشته شده و توی فرهنگ اینا. من با چش خودم دیدم که بچه‌ها طالبان بازی می‌کردن، آمریکایی بازی می‌کردن، سنگسار بازی می‌کردن توی بامیان، توی افغانستان. و این در واقع در مورد این خشونتیه که این سال‌های سال مردم دنیا به افغانستان آوردن. خشونت‌ها هم البته خیلی خوب نشون داده شده در فیلم و خیلی خشن، اما در این حال لطیف و کودکانه و شاعرانه. در مورد خشونت بگم، با اینکه این فیلم خیلی در مورد خشونت صحبت میکنه، ولی من سعی کردم، نمیخواستم خودمم بیام این خشونت رو هی مدام بیارم و نشون بدم. از یه طرف باید این خشونت رو نشون میدادم، ولی از یه طرف میخواستم با شاعرانگی از این خشونت فاصله بگیرم. میخواستم خیلی جاها از فیلم یه سری حرفا رو با شاعرانگی تلطیفش میکنه. مثلا توی قسمتی که مثلا اون پیرمرد فیلم آدرس میپرسه بختی ازش، خیلی راحت میتونست بگه دو تا کوچه جلوتر سمت راست مدرسه است، ولی من تصور کردم با قایق این آدرس رو بده، انگار این طبیعت این دختر رو به اون مدرسه میرسونه. یا مثلا جایی که توی جنگ بچه‌ها رو توی باد بادک بازی نشونیم، جنگ باد بادک ها، یا مثلا به جای قلم ماتیک برمیدارن. ولی خب یه جاهایی مجبور بودم خشونت رو نشون بدم و میخواستم نشون بدم توی قسمت سنگسار بازی. دلیلش هم این بود که به نظر من سنگسار یه عمل خیلی خشنیه و خیلی دردناکه که یه مرد یا یک زنی رو زنده بگور کنیم و انقدر این رو برای ما آدم ها حتی حاضر نیستیم نگاه کنیم تصویرش رو تو سینما، اسمش رو نبره. میخواستم یه جورایی اینو من اتفاقا بیام این چیز پنهان جامعه رو آشکار کنم، چیزی که حاضر نیستیم حتی نگاش کنیم، ولی اجازه میدیم تو جامعهمون سر خیلی ها اتفاق بیفته. چون فکر کنم یکی از وظایف سینما آشکار کردن چیزهای پنهان جامعه که بتونیم در موردش حرف بزنیم
بهش فکر کنیم و ازش عبور کنیم. به خاطر همین سنگسار که انقدر خشنه رو نشون داد. حالا برگردیم به این ماجرای در واقع همون صحنه‌ای که صحبتشو کردی، گذاشتن قایق برای نشون دادن آدرس. فیلم خیلی واقع‌گرایانه و تلخ و مستندوار خیلی جاها. خودت هم یه بخشش رو بداهه کار کردی. مثلا وارد کردن اون تکیه قایق به ماجرا، در واقع اینو از اون فضای رئال، از اون فضای واقعیش دور نمی‌کنه. می‌خواستم خب یه خورده لطیف کنه این فضای خشن رو، ولی خب مثلا اون دفترچه هم حتی اونم من به جایی که بیام فرهنگ افغانستان رو نشون بدم که آمریکا حمله میکنه، تخریب میکنه، شوروی نمیدونم همه اینجاها، اومدم در واقع سمبل فرهنگ رو گذاشتم اون دفترچه و گفتم هر کسی اومد به هر دلیلی یه ورق از این دفترچه کن و یه جلوی چشم این مردم فرهنگشون رو تیکه تیکه کن و این بچه با آخرین ورقاش داره میره مدرسه ولی باز ادامه میده تشنه این فرهنگ. اگر این دفترچه رو آتش به فرهنگ بگیریم، این پاره شدنش اون حمله کشورهای مختلفه. خب اینم یه مدل دیگه سمبول که و نقش سینماست توی اونجا و نقش کارگردان و نویسنده. بازیگرها خیلی چهره هاشون خودشون خیلی دوست داشتنیان و خیلی مناسب به نظر میان برای خلق این شخصیت ها، به خصوص بخته و همتون اون پسر بچه. اینها رو چطوری انتخاب کردین؟ خب برای این فیلم من تصمیم گرفتم از آدم های عادی در واقع برم پیدا کنم، این کسایی که همونجا زندگی میکنن تو همون قارا تو همونجا، به خاطر اینکه اولا در حقیقت اونجا بازیگری وجود نداشت، تو بامیان حتی سینما یا تلویزیون محلی وجود نداشت و سعی کردم از همون مردا، زنا، بچه های همونجا انتخاب کنم. ولی معنیش نیستش که هر کسی رو پیدا کردم اولین نفر رو آوردم. مثلا برای همون اون بختر دختر کرکتر اصلی فیلم حدودا تمام مدارس شهر بامیان رو گشتیم، تمام روستاهای اطراف و مدرسه‌شو گشتیم، بوده 2000 نفر رو دیدیم تا بخته انتخاب شد، برای اینکه ببینم کدوم راحت تر جلوی دوربین و میتونه این نقش رو بهتر در بیاره. و خب در مورد اینکه چه جوری بازیگیری کردیم ازشون، هم سخت بود اول بگم هم لذت بخش. سخت بود به خاطر اینکه اولا اینا کوچیکن، بچهای 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله که اصولا از سینما چیز نمیدونن. سخت‌تر بود به خاطر اینکه تو این شهر بامیان اصلا سینما وجود نداره، حتی تلویزیون محلی وجود نداره و اینا هیچ تصوری نداشتن از اینکه ما برای چی این کارا رو میکنیم. ولی خب از اون طرف لذت بخش بود چون پر از معصومیت بودن، انرژی، کلی بکر بودن. ولی مثلا میکنم اول توضیح بدم بهشون یه بخشایی رو، یه بخشایی رو بذارم بداهه بره. هیچ وقت تمرین نمیکردیم ولی تکرار میکردیم، توضیح میدادم، تکرار میکردیم، انجام میدادیم تا اینکه به اون جایی که میخوایم برسه. این نشناختن سینما هم بعض وقتا کمک کرد چون من سعی میکردم فراموش کنن دوربین و تمام این چیزها رو و اون موقعیت رو براشون ایجاد کنیم که اینا تو بازی غرق شن و اون اتفاق بیفته. خب اون چیزی شد که دیدی. خب ما هم دیدیم و لذت بردیم. مجال بیشتری برای صحبت در مورد این فیلم نداریم. ادامه یه صحبت رو میسپاریم به بینندگان. امیدواریم که باز هم فیلم های دیگه ای بسازی و در همین برنامه بیای و دربارشون صحبت کنیم. خیلی متشکرم از حضورت در برنامه این هفته ی آپارات. خب ادامه بحث رو میسپاریم به بینندگان برنامه. شما چطور دیدید فیلم رو؟ برامون بنویسید از طریق راه‌های معمول برنامه، صفحه فیسبوک آپارات به آدرس آپاراتان بی بی سی و یا ایمیل برنامه به آدرس aparat@bbc.co.uk. به صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی هم سر بزنین برای اطلاعات بیشتر به آدرس bbcpersian.com/aparat. تا هفته آینده به اتفاق حنا مخملباف میهمان این هفته به جود و پاینده باشید. خیلی ممنونم.